اتهام‌های محاربه و افساد فعل ارز که الان داره در پرونده تعداد زیادی از معترض‌ها مطرح میشه و احکام اعدام براشون صادر میشه، به نظر شما چه ایراد حقوقی دارن؟ یعنی در اجرا میفرمایید چه ایراد حقوقی دارن؟ نه، اصلا مفهومشون. اصطلاحات فقهی از بعد از انقلاب وارد قوانین کشور شده. این اصطلاحات فقهی رو حقیقتش براستش رو بخواییم، ما هم که وکیل بودیم حتی بعضی وقتا نمیتونستیم از رو بخونیم، ولی به هر حال این تحمیل شد، این نظامی که اصلا هیچ تناسبی نداشت با وضعیت مردم ایران، نیازهای مردم ایران و انتظاراتی که از این انقلاب داشتن. اما به هر حال آمدند و اصل چهار قانون اساسی رو گفتند که تنها منبع قانونگذاری شریعت است و منابع اسلامی است، و در نتیجه محارب هم شد یکی از مصادیق جرم که مجازاتش در بیشتر موارد میتونه مرگ باشه و یا افساد فی الارض، که این دوتا با هم یکی بود توی قانون قوانین قبلی، ولی بعد از اینکه مثلا اصلاحاتی در قوانین به وجود آوردن اینو جدا کردن از هم دیگه. این دوتا هر دو اطلاق میشه به مواردی که رفتاری که مرتکب انجام میده کاملا بتونه در سطح عمومی اثرگذار باشه، به این معنی که مثلا محارب اسلحه رو بکشه و ایجاد رعب بکنه، ولی نه در چند نفر خاصی که مورد نظرش هستن و هدفش هستن، و بلکه در یک فضایی که این فضا خیلی عمومی باشه و نیت داشته باشه برای اینکه این رعب رو ایجاد بکنه. و خب در مورد این بسیار اختلاف نظر هست و خیلی از فقیهان سنت یا حتی شیعه اینا و در این روزها هم نظراتشون اعلام کردن که محاربه اساساً این مفهومی رو که دارن قضات ایران ازش استخراج میکنن برای اینکه معترضین رو اولا ببرن دادگاه انقلاب، برای اینکه دادگاه انقلاب یه دادگاه غیرقانونیه و یه دادگاه به سختگیری عادت کرده، عادت نداره آیین دادرسی رو مراعات بکنه و به هر حال جاییست که کمتر ضابطه منده از جاهای دیگه‌ای که مراجع قضایی دیگه.